به نام خدا با سلام خدمت بینندگان عزیز امروز با خاطراتی از خلبان عتیقچی در مورد نحوه آموزش در پاکستان و تفاوت‌های جالبش با آموزش در آمریکا همراه با خاطرات زیبا در خدمتتون هستم امیدوارم بازم مثل همیشه با لایک و کامنت و سابسکرایب منو همراهی کنید و مشوق من تو ادامه کارم باشید کسی که میخواد خلبان بشه باید عاشق باشه ما بچه داشتیم که از نظر سواد بینظیر بودند انگار هر شب به جای غذا کتاب و ترید میکردن و میخوردند. ولی چون با اکرا اومده بودن خلبانی از نظر پروازی ضعیف بودن حالا من برعکس بودم از درس عاجز به پرواز عاشق بعد از سلو شدن تو غل مرغی دوباره برگشتیم سر کلاس زبان من به درس خوندن تمایلی نداشتم مگر موقعی که تصمیم میگرفتم و چون خیلی وقتا تصمیمی برای درس خوندن نداشتم کار برام سخت میشد به غیر از امتحانهای هر روزه و هر هفته هر شش ماه یه امتحان از کل کتابا داشتیم کتابایی که وقتی رو هم میذاشتیمشون حدود 40 50 سانت میشد اسم کتاب بزرگمون دشوان بود که کتاب اصلی هواپیماست شامل قوانین پرواز مهمات هواپیما نجات خدمه از مرگ و خیلی چیزهای دیگه با اینکه کتابا مدام جلوی چشمم بودن ولی تو این مدت جنگ هشت ساله اینقدر از این پایگاه به اون پایگاه رفتم که خیلی ناپدید شدن. هر دفعه که منتقل می شدم یه سری از زندگیم از بین می رف. من تو مدت خدمتم مدام بین بندرعباس، همدان، دسفول، بوشهر و تهران می چرخیدم. من خواستم از دو سال سربازی در برم سی سال سرباز شدم. تا تیر ماه سال 48 هر طور بود دو ترم از کلاس زبان رو گذروندم. چون اون زمان دوره خلبانی جت تو ایران نداشتیم، یه امتحان نهایی از همه گرفتن تا کسایی که نمره بالاتری آوردن بفرستن آمریکا و بقیه رو هم به پاکستان. انقدر بچه ها ضعیف بودن که تو اون امتحان نمره همه کم شد. نمره 24 از 100 بالاترین نمره بود که من آوردم. البته من در اون امتحان تو پاسخنامه برای هر سوال دو تا جواب علامت زده بودم و با اینکه سعی کردن برگاه دستی بود ولی متوجه نشده بودن. بعد از امتحان یه روز چهارشنبه ای منو فرستادم مرخصی که تا روز شنبه برای رفتن به آمریکا آماده بشم. از من قدیمیتر بودن کسایی که نمره نیاورده بودن و تو نوبت بودن. روز پنجشنبه یه جبه شیرنی گرفتم رفتم دانشکده که با بچه ها خداحافظی کنم رفتم اتاق فرمانده گردان سروان سپرمن و جبه رو روی میزش گذاشتم یه نگاهی به من کرد و گفت داری میری گفتم بله تا گفتم بله شروع کرد به نصیحت و بیشتر تاکید داشت که بیانضباطی نکنم منم با اعتماد به نفس کامل صدام کلف کردم که خیالتون جمع ایشالله قول میدیم که خلبان برگردیم که تو همین اسنا صدای تلفن بلند شد کسی که پشت خط بود چیزی گفت که جناب سپرمند جواب داد بله داریم و ساکت شد نمیدونم دوباره چی شنید که با تعجب برگشت طرف من و صداشو بلند کرد که پس چه جوریه که داره میره آمریکا ایناش خودش اینجا وایستاده و یه دفعه رنگ روش قرمز شد بعد که تلفن گذاشت با اخ برگشت طرفمو داد زد گفت برو زود برو این لباس ها رو در آر لباس کار بپوش ببینم مثل اینکه پشت خط رئیس مدرسه زبان سرگرد فردوسی بود و پرسیده بود شما دانشجویی به اسم فلانی دارین؟ چرا درس نمیخونه؟ وقتی با جواب آقای سپرمن فهمیده بود که من اومدم برای خدافزی که برم آمریکا برگه امتحان زبان رو در آورده بود و متوجه موضوع شده بود. من اومده بودم یه خدافزی بکنم و برم آمریکا همه چیم برای رفتنم آماده بود از بلیط و پاسپورت و غیره نمیدونم چرا اون روز بازی رو درآوردم. وقتی که رفتنم کنسل شد بچه های محل تا چند روز مسخرم میکردن و تا منو میدیدن میگفتن محمد آمریکایی ولی من از اعتراف به اشتباهم ناراحت نمیشدم روک و پوسکنده اصل ماجرا رو گفتم و خودم خلاص کردم در دوازده روز بعد سروان سپرمن منو صدا زد که بیستا تا بورسیه برای پاکستان اومده میری منم چون دوست داشتم زودتر خلبان بشم از خدا خواسته قبول کردم البته من در کتابهای خلبانان نیا نجفی بالازاده و غیره خونده بودم که برای رفتن به با آمریکا باید حتما نمره زبان بالای شست میشد. اما فکر کنم تو دهه چهل وضعیت فرق داشت. مثلا خلبان عتیقچی در صفحه 16 کتابش میگه سال 47 که من ورودی نیروی هوایی بودم تعداد کل خلبان های تعلیم دیده شکاری و ترابری 110 20 نفر بیشتر نمی شدن. و این در حالی بود که نیروی هوایی تعداد زیادی هواپیما از F5 و فانتوم گرفته تا C130 و بوینگ از آمریکا خریده بود و نیاز به خلبان داشت. و هر کسی که آماده میشد معطلش نمیکردن که مبادا پشیمان بشه اما احتمالا بعدها که تعداد خلبان بیشتر شد سختگیری هم بیشتر شد البته سختگیری در مورد معاینات پزشکی همیشه وجود داشت کشور پاکستان چون از ما خیلی عقب مونده تر بود زیاد طرفدار نداشت فرق آموزش آمریکا و پاکستان در زبان بود ولی از نظر پروازی من هنوزم معتقدم سطح آموزش پاکستان از آمریکایی ها بهتر بود شاید تو زمان شاه این تفاوت معلوم نبود اما این مسئله در جنگ ثابت شد من از رفتن به پاکستان واقعا راضیم چون آموزشی که اونجا دیدم در جنگ خیلی به دردم خورد سانحه تعداد زیادی از بچه ها به خاطر تجربه کم پرواز در ارتفاع پایین بود ارتفاع حدود یه تیر چراغ برق با هواپیمایی که 550 نات یعنی تقریبا 1100 کیلومتر در ساعت سرعت داره موقعیتی که خلبان اگه یه لحظه چشم از جلو برداره زمین میخوره ولی ما تو پاکستان این آموزش رو دیده بودیم و به راحتی این کار رو انجام میدادیم البته اینطوری نیست که خلبان های آموزش دیده در آمریکا این آموزش رو ندیده باشن اما تو پاکستان روی این کار خیلی تاکید میشد و تا دانشجو کامل در این کار استاد نمیشد دست از سرش بر نمی داشتن. به طور مثال مهارت بینظیر خلبان اسکندری در پرواز در ارتفاعی پست که ایشون هم آموزش دیده ای پاکستان بودن میتونه تاییدی بر این مطلب باشه در جای خونده بودم که از تفاوت‌های بزرگ آموزشی در دو کشور آمریکا و پاکستان این بود که در آمریکا اگه دانشجو اشتباه یا خطایی مرتکب می‌شد خود دانشجو رو مؤاخذه می‌کردند که چرا درس خوب یاد نگرفتی ولی تو پاکستان اگه دانشجو خطایی می‌کرد استاد مربوطه رو مورد مؤاخذه قرار می‌دادند که چرا درس رو به خوبی به دانشجو یاد نداده و تفاوت‌های دیگه که در ادامه از زبان خود خلبان چی می‌شنویم ایشون ادامه دادن که من تا اون زمان نه آمریکا رو دیده بودم و نه پاکستان رو ولی شنیده بودم که آمریکا همش تفریحه من میدونستم که محیط رو من خیلی موثره شاید در اونجا میرفتم دنبال تفریح و دل به درس نمیدادم مخصوصا اینکه زیاد هم از درس خوندن خوشم نمیومد قبل از ایزان فرمانده ضد اطلاعات اون زمان تیمسار هاشم برنجیان که آدم خیلی جدی هم بود ما رو خواست من معمولا رو لباس تابستونیم که پیراهن بود و کراوات از وینگ فلزی فراوهر استفاده میکردم در حالی که دانشجو باید وینگ فارچه ای میدوخت وقتی هر 20 نفر تو دفتر ایشون به صف شدیم یکی یکی اسما رو پرسید تا رسید به من اول سرتاپای من رو یه ورانداز کرد و بعد پرسید اسم چیه همونطور که خبردار ایستاده بودم محکم گفتم محمد عتیقه چی اومد نزدیکتر و دست گذاشت رو وینگ فلزی من فشار داد و گفت این چیه همونطور محکم جواب دادم فروهر. گفت میدونم فرابهره منظورم اینه که این چیه یه خورده دست و پام شل شد گفتم استاد فرابهر دیگه جواب داد من که نگفتم کفتره میگم چرا پارچه ای نیست تازه متوجه منظورش شدم خودم رو نگه داشتم تا خندم نگیره گفتم شما درست میگید باید پارچه ای میدوختم چشم اینو که گفتم دست سرم برداشت و رد شد بعد شروع کرد یه سری سفارش کردن یه وقت رفتید پاکستان راجع به مملکت خودتون چیزی نگینا درباره نیروی هوایی حرفی نزنین نگین چند تا هواپیما داریم از اسرار مملکت چیزی نگین یکی نگفت آخه تیم سار ما فقط چهار تا قارقارک تو قله مرغی دیدیم از اسرار چی میدونیم واقعا هم چیزی نمیدونستیم حتی الان هم نمیدونیم خلاصه همینطور ادامه داد تا گفت اگه رفتین اونجا و با دخترها رقصیدین یه موقع تو گوششون اسرار نظامی رو نگید بعد رو کرد به منو گفت با تو هم هستم ها تو معلوم بی انضباطی تا منو نگاه کرد دست باشی گفتم تیم سار من اصلا رقص بلد نیستم لحنش شل کرد و گفت میری یاد میگیری بعد که رفتیم پاکستان دیدیم الحمدلله اصلا زنی نیست که رقصش باشه خلاصه تو روز معود با خانواده و بچه محلها رفتیم فرودگاه یه هواپیمای نظامی سی 130 و سی وسط بان منتظر ما بود خیلی تعجب کردیم چون انتظار داشتیم ما رو با هواپیمای ایران ایر ببرن این هواپیما قرار بود ما رو ببره پاکستان و قدیمی ها رو برای مرخصی بیاره ایران تا سوارشیم یکم معطل شدیم وقتی هم سوار شدیم خیلی جا خوردیم چون هواپیما مثل دخمه بود یه صندلی هم نداشت و ما باید مثل مسجد قطاری و کنار هم روی چند ردیف پارچه برزنتی مینشستیم. هر دو سه متر هم یه شیشه کوچیک داشت سر جاهامون که جفت و جور شدیم هواپیما معطل نکرد و به سمت پاکستان بلند شد سر اونقدر زیاد بود که آدمو کر میکرد هر وقتم سرک میکشیدیم و به بیرون نگاه میکردیم تا چشم کار میکرد بیابون بود بعد از حدود سه ساعت پرواز داشت غروب میشد که رسیدیم به پایگاهی به نام ریسالپور منطقه در شمال پاکستان و نزدیک مرز افغانستان وقتی هواپیما نشست به جای درد تهش رو باز کردن و گفتم بیایم بیرون تا چشم کار میکرد بیابون بود و هوا هم گرم و خشک همون اول که پیاده شدم احساس دلتنگی کردم بقیه هم همینطور بچه ها ما تو مبهود به هم نگاه میکردن خدای اینجا کجاست چه غلطی کردیم اومدیم پاکستان پس میگفتم با دختران نرقصین دختراش کجان؟ خلاصه هیچ کس نبود جز دو سه تا پیرمرد کارگر که یکیشون مرتب میگفت سلام صاحب سلام صاحب ما هم میگفتیم علیک سلام مدتی بعد یه اتوبوس از را رسید ما رو سوار کردن و کمی بعد جلوی دانشکده پیاده شدیم خیلی تو ذوق ما خورده بود البته بعدا فهمیدیم هواپیمای ما تاخیر داشته و کسی نمیدونسته ما چه ساعتی میرسیم وقتی به دانشکده رسیدیم دیگه کاملا غروب بود و سرویس کاری تموم شده بود و همه رفته بودن شب که شد تازه مسئولان دانشکده اومدن و اتاقا رو تحویل دادن کم کم دانشجوهای قدیمی تر هم باخبر شدن و سر رسیدن اون شب تا دیر وقت بیدار بودیم بعدم که رفتیم تو رخت خواب از فکر و خیال اینکه اینجا کجاست که ما اومدیم خوابمون نمیبرد و هی از این پهلو به اون پهلو غلط می زدیم. اون شب و هر طوری بود به صبح رسوندیم. تمام روزم به خط و نشون درباره مقررات دانشکده گذشت. مسئولان پاکستانی انگلیسی رو با لحجه خاصی حرف می زدن که ما متوجه نمی شدیم. اونا می گفتن و دانشجوهای قدیمی تر ترجمه می کردن. پایگاه توی منطقه دورافتاده وسط بیابان بود. کمی دورتر از پایگاه روستای ریسالپور بود که نام پایگاه از اون گرفته شده بود که صد خانوار داشت و یک لیستا دور تا دور پایگاه فنسکشی بود که اونو از زمین های زرایی اطراف جدا میکرد. این فنس ها برای جلوگیری از ورود آدم نبود چون کسی اون اطراف نبود. بلکه میخواستن حیوان داخل محوطه نشن. فقط غروب به غروب که گاوا و گاو از چرا برمیگشتن یکی دو نفر دنبالشون بودن. پایگاه یه محوطه نظامی داشت که شامل باند و برج و رمب پروازی و بقیه چیزا بیرون محوطه نظامی هم دو تا ساختمان یه طبقه یه شکل شبیه حرف یوی انگلیسی بود که محل اسکان ما بود و بهش اسکادران میگفتند. به ما نوارای آبی یا قرمز دادند و بین دو اسکادران تقسیم کردند. دانشجوهای هر اسکادران با رنگ و تعداد نوارا مشخص می شدن. مثلا من که سال اولی بودم یه نوار آبی داشتم. هر اسکادران 60 تا اتاق داشت و هر دو اتاق یه همون که آبگرمکنهای برقیش اکثرا خراب بود. شاید در تمام دانشکده کلا چهار پنج آبگرم سالم وجود داشت و ما برای حمام رفتن باید کلی انتظار میکشیدیم زمستونهای پاکستان خیلی سرد و خشک بود و سرما تا مغز استخوان آدم نفوذ میکرد در پایگاه تعداد محدودی هم ماشین بود ماشینهای عهد بوغ مال سال 1946 یا 47. تهران اتوبوسهای شیکی داشت و حالا ما اونجا اتوبوسهایی میدیدیم که 50 ساله بودند و کل 50 سالم کار کرده بودند پاکستانیا برای مدرنسازی زیاد هزینه نمی کردن و از حد بیشترین بهره رو می بردن. اونا نگهداریشون عالی بود. نه صندلی اتوبوس ها پاره بود و نه رنگروشون رفته و حتی تو زمستونم با یه استار روشن می شدن. من مطمئنم که اون اتوبوس ها هنوز دارن کار می کنن. پاکستانیا تو نگهداری هواپیما هم بی بودن. اونقدر خوب نگهداری می کردن که ما یک هزارمش رو نداشتیم. اون موقع ایران و پاکستان متحد آمریکا بودند. آمریکا بعضی از هواپیماها رو به عنوان کمک نظامی به ایران میداد ولی در واقع بیشتر ما رو گرفتار میکرد مثلا ده تا هواپیما به ما میدادن در حالی که یه اسکادران 25 فروند هواپیما میخواست و ما مجبور بودیم 15 تای دیگه رو بخریم هواپیماهایی که آمریکا به عنوان کمک به ما میداد ما بعد از استفاده به پاکستان میدادیم در واقع ما تو پاکستان با هواپیماهای خودمون آموزش میدیدیم پاکستانی ها این هواپیما ها رو طوری تعمیر می کردن که انگار تازه از کارخونه بیرون اومدن. اونا مثل راننده های آژانس همیشه پارچه دستشون بود و هواپیما رو برق مینداختن. پاکستان کشور فقیری بود و از همونی که داشت نهایت استفاده رو میبرد. اما ایران پولدار بود ولی دلسوز نداشت. در پاکستان وسیله رفت آمد اغلب مردم گاری بود یا درشگاهایی که به اون تانگو میگفتند. مثل درشگاه قدیمی خودمون ولی خیلی شیکتر و با کلی تزینات که به اون آویزون بود ما چون برای تفریح جایی رو نداشتیم سوار می شدیم و درشگچی ما رو ده دور می گردند و یه روپیه می گرفت که به پول ما می شد هفت قران و ده شایی در پاکستان جمعه ها تعطیل بود ولی اونجا تفریح معنی نداشت البته اجازه بیرون رفتن داشتیم ولی جایی برای رفتن نبود رانندگی برای ما مجاز نبود ولی دوچرخه آزاد بود اگه میخواستیم از کسی که یه دوره قدیمی تر از ما بود تندتر بریم در حال حرکت باید احترام میذاشتیم و میگفتیم میای کری آن یعنی اجازه میدین من برم یعنی مقررات اونجا اینقدر خشک بود و به اصطلاح به آدم رو نمیدادن و همین خاطر چون هیچ تفریح نبود مجبور بودیم بچسبیم به درس و پروازمون یه روز دیدیم یه چوپان جلوی گاواش بلال ریخته وقتی خواستیم مقداری ازش بخریم تعجب کرد و گفت هر چند که میخوایم برداریم. آتیش درست کردیم و بلالا رو کباب کردیم به چوپانم دادیم اونم خورد از فردا همین آقا که دنبال گاو بود آتیش درست میگرد و به دانشجوها بلال میفروخت و شده بود کاسب محل و کلی لذت میبرد پاکستانی ها اون زمان توان چاپ عکس رنگی نداشتن و فیلم ها رو برای چاپ میفرستادن خارج از کشور در شهرهای پاکستان حمامم هم خیلی کم بود من یادم نمیاد جای حمام عمومی دیده باشم اصلا براشون افسانه بود که کسی تو خونش حموم داشته باشه مردای پارچه دور خودشون میبستن و خودشونو با شیر آبی که کنار خیابون بود میشستن و زنو هم غیر از زنان نظامی ها اکثرا تو رودخونه آبتنی میکردن. تو ها چون نفت نبود از شومینه های چوبی استفاده می کردیم و چوبش رو هم باید خودمون می خریدیم. گاهی یادمون میرفت و چوب تموم میشد و خیلی بهمون سخت میگذشت. ما روزای گرم پاکستان رو هم با یه پنک سخفی سر می کردیم. اون دوران برای ما دوران دشواری بود و ما به سختی اونو سپری کردیم. تمام چیزهایی که تا الان شنیدین مربوط به شرایط زندگی دانشجویی در پایگاه رسالپور پاکستان بود. اما نحوه آموزش در پاکستان هم از زبان خلبان عتیقچی خیلی جالبه که در ادامه به صورت خلاصه براتون بازگو میکنم. خاطرات و اتفاقاتی که برخی از اونها واقعا جالب و شنیدنیه. آموزش های پاکستان خیلی فشرده بود. فردای روزی که ما وارد شدیم، لباس های یک سره به ما دادن و از چرم گاومیش که نوکش مثل آهن بود. مقررات و سیستم آموزشی پاکستان انگلیسی و خیلی سخت بود ده دوازده روز اول رو فقط نظام جمع کار میکردیم میگفتم باید طوری پوتیناتون رو به هم بکوبین که زمین زیر پاتون بلرزه تا دوره نظام جمع طی نمیشد اجازه دوچرخه سواری هم نداشتیم اونا تو آموزش واقعا سخت میگرفتن و ما به این مقدار سختگیری عادت نداشتیم مثلا در ایران ما پوتینامون رو پنج روز یه بارم واکس نمیزدیم ولی اونجا پوتین باید هر روز واکس میخورد یا به ما میگفتن تو صف حتی یه پلکم نباید بزنین. ما باید حالت خبردار میستادیم و کوچکترین حرکتی هم نمیکردیم میگفتن شما حالت خبردار وایسا مگس اومد پشه اومد حتی شیر و پلنگم اومد جم نخور یکی از بچه ها با اینکه آخرهای کارش بود به خاطر اینکه پشه داخل بینیش شده بود و اون دست برده بود سمت بینیش برگردوندنش ایران که ناور هواپیمای ترابری شد جمعه ها پرواز نبود و همه دانشجوها از قدیمی و جدید باید در میدان بزرگ و زیر نظر فرمانده پایگاه رژه می رفتیم. فرمانده پایگاه کاپیتان اوبراین بود که جذبه عجیبی داشت. گروبان های رژه هم دو نفر بودند. سارجنت حبیب و سارجنت سلطان و هر دو از اون جلادا. سارجنت همون گروبان یک خودمونه. محوطه رژه ما جلوی ای آشیانه خیلی بزرگ در قسمت نظامی بود. هوای اونجا انقدر گرم بود که آسفالت مثل آهن داغ میشد. اگه بی می میکردیم بعد از زورا که تخم مرغ تو هوا میپخت برای ما آموزش اضافی میذاشتن من و سه چهار نفر دیگه همیشه جزء تنبیه ها بودیم صف رو به هم میزدیم یا تو حرف سارجن میپریدیم یا اگه یکی از بچه ها داشت تنبیه میشد برای اینکه تنها نباشه کاری میکردیم که ما هم تنبیه بشیم یه روز که هوا خیلی گرم بود سارجن کل دسته از ایرانی و عرب رو تنبیه کرد مثل شمر بود بیدلیل و با دلیل تنبیه میکرد از اسلحه خونه اسلحه گرفتیم و سارجن شروع کرد به داد زدن که بدو بشین کلاخپر و غیره خیلی اذیت کرد موقع استراحت رفتم پیشش گفتم سارجن اینقدر اذیت نکن هوا خیلی گرمه ولمون کن بریم ناراحت شد و اذیتش رو بیشتر کرد وقتی دیدم ولکن نیست به بچه ها گفتم این بار که دور زدیم من میفتم جلو و هر جا رفتم شما دنبالم بیای ایرانی و خارجی با هم متحد بودیم دور زدیم و رفتیم طرف استخر نزدیک استخر سارجن داد زد استاب استاب ولی بیفایده بود هی داد و بیداد میکرد و دنبال ما میدوید همونطور رفتیم طرف استخر رو من جلو و بقیه پشت سرم یکی یکی با اسلحه پریدیم تو آب گفتیم حالا برو بگو فرمانده پایگاه بیاد کلی التماس کرد و قول داد دیگه اذیت نکنه وقتی اومدیم بیرون باز خواهش کرد که با پارچه اسلحه ها رو خوش کنیم چون اسلحه خونه اونا رو خیس تحویل نمی نسبت به اسلحه خیلی حساس بودند از فردا ما شده بودیم سارجن و اون شده بود دانشجو هرچی می میگفتیم گوش میکرد و دیگه اذیتمون نمیکرد بعضی وقتها مینشستیم و از ایران براش میگفتیم نظام جمع داشت تموم میشد و کلاس های پرواز مثل هواشناسی نقشه و کامپیوتر باش شروع میشد البته اسمش کامپیوتر بود وگرنه چند دایره پلاستیکی سوراخ شده رو هم بود به نام سیارتری که با دست میچرخید و تناسب ارتفاع و سرعت و باد و بنزین و سمت رو نشون میداد خلاصه بعد از دو ماه نظام جمع و چهار ماه کلاس زمینی ما رو بردن گردان پرواز اونجا هر روزش داستانی بود مدام هواپیما ها میرفتن و سانعه میدادن و ما انگار آخر اقبت خودمون رو به چشم میدیدیم اولین پروازمون با جت تی سی و هفت دما قرمز بود که تو آمریکا هم آموزش داده میشد اول ده ساعت آموزش زمینی داشتیم یه عکس بزرگ از کابین تی سی و هفت بود که ما روبروش وای میستادیم و آموزش میدیدیم گردان شبیه ساز پرواز نداشت به جای دسته پرامین هواپیما یه چوب دستمون میگرفتیم روبروی عکس به استاد درس پس میدادیم تمام سیستم کابین و سویچ ها رو با همین عکس یاد گرفتیم و بعد رفتیم سراغ هواپیمای واقعی سه چهار ساعت هم کنار استاد تو کابین می نشستیم و اغربه های موتور چراغ های دهنده و بقیه چیزها رو یاد می گرفتیم. استاد من در تی سی و شاید خلیل بود که یه بارم با هم سانه دادیم. من و یه پاکستانی به اسم رفیق شاگردش بودیم. رو میبست و جای سویچ ها رو میپرسید و ما باید جاشون رو نشون میدادیم رفیق از من یه مقدار ضعیفتر بود و استاد خلیل همیشه منو به روخش میکشید اولین باری که همراه استاد خلیل با جت تی و هفت پرواز کردم حال خوبی داشتم استاد خلیل به من یه پلاستیک داد برای اینکه تو هواپیمای جت حال خیلی به هم میخورد اما من بالا نیاوردم پرواز با هواپیمای جت خیلی با هواپیمای موتور فرق داشت تی تیز بود و با یه حرکت کوچیک بالا پایین میرفت تو همون پرواز اول استاد فرامین رو به من داد من پرواز کردم ولی اشکال داشتم نمیتونستم ارتفاع رو تو بیس هزار پا نگه دارم و یا ده درجه انحراف به چپ یا راست داشتم ولی بعد از 45 دقیقه پرواز این برام مهم بود که استادم به عنوان پرواز اول ازم راضی بود ما تو آسایشگاه یه ماکت چوبی 20 سانتیمتری از تی سی و هفت داشتیم و من شبا تو خیال خودم با این هواپیما پرواز میکردم و کارهایی رو که حین پرواز باید انجام میدادم تو خیال خودم تمرین میکردم خلاصه بعد از چند پرواز تقریبا کارا دستم اومده بود اما همه پروازهای من به خوبی و خوشی پیش نرفت 11 فوریه سال 1970 یعنی اواخر دیماه سال 49 پنجمین پرواز من با استاد خلیل بود قدری پرواز کردیم و برگشتیم برای حرکت نشستن و بلند شدن تو یکی از دورا متوجه شدم چراغ چرخ سمت من به جای اینکه سبز باشه چشمک میزنه این یعنی چرخ قفل نشده بود در واقع چرخ ها باز بودن اما یکی از اونا سر جاش مکم نشده بود از روی کاروان کنار باند که رد شدیم به ما گفتند به نظر میاد که قفل باشه اما اشتباه میکردند. طبق دستور العمل چرخ ها رو جمع و دوباره باز کردیم و فشار جی هم وارد کردیم اما با وجود فشار زیادی که به بدن ما و چرخ وارد شد باز قفل نشد استاد به برج حالت اضطراری اعلام کرد و قرار شد روی باند فوم بریزند فوم کافیه که استکاک باند و چرخ رو کم میکنه تا هواپیما آتیش نگیره از موقعیت پیش اومده نترسیده بودم حتی دلم میخواست طوری بشه که با چتر بپرم بیرون من راحت نشسته بودم ولی استادم مدام دلداری میداد بهش گفتم اصلا نترسیدم و تو چهره استادم هم ترس ندیدم خلبان دو موقع سانحه میده اول وقتی که خیلی با تجربه است و دوم وقتی که کم تجربه است پر تجربه به خودش مغرور میشه و کم تجربه هم که دیگه عذرش مبجعه. استاد خلیل چون با تجربه بود نمی ترسید و من جزو کم تجربه ها بودم ولی پررو بودم و دلم میخواست ببینم چی میشه. اصلا خوشحالم بودم که اینطوری شد. استاد چند بار دور پایگاه چرخید تا بنزین به حداقل برسه. بعد رفتیم برای نشستن. استاد خیلی با احتیاط چرخ سمت راست رو گذاشت رو باند که به اندازه 10 15 سانتی متر فوم روش خوابیده بود و چرخ چپ رو بالا گرفت تا سرعت مقداری کم بشه و بال چپم خود به خود بخوابه. وقتی که سرعت کم شد و طرف چپ افتاد بال ناگهان گرفت به زمین و هواپیما به سمت چپ گردش کرد و از باند خارج شد این اتفاق خیلی سریع افتاد هواپیما بیرون باند بالا و پایین میپرید و برای خودش میرفت که یهو یه متوجه شدم کنار دستم آتیش گرفته مثل اینکه بنزین به حد کافی تخلیه نشده بود سریع بندام و باز کردم و دگمه کابین رو زدم که بپرم بیرون که دیدم آتیش به لباسم رسیده و زیر بغلم میسوزه با لباس آتیش گرفته از کابین پریدم بیرون و تو بیابون شروع به دویدن کردم. ترسم از این بود که نکنه هواپیما منفجر بشه. چند متر که دویدم خوابیدم رو خاک و غلط زدم و آتش رو خاموش کردم. هواپیما هم کمی جلوتر رفت و متوقف شد. من از فاصله 50 60 متری تماشا می کردم. پهلون به شدت میسوخت. از دور دیدم که استادم سری اومد بیرون و شروع کرد به داد زدن و دنبال من گشتن. چون اسممو نمیتونست درست تلفظ کنه هی داد میزد اچیخچی اچیخچی یه دفعه چشمش افتاد به من بدنش شل شد و علامت داد که بیا تو همین موقع آمبولانس و آتش نشانی ها که به موازات ما در حرکت بودن رسیدن و شروع کردن به خاموش کردن آتیش من و استادم به طرف هم میرفتیم تا به هم رسیدیم خندید و زد پشتم و گفت بارکلا بارکلا تو کجا بودی گفتم من خیلی وقت اومدم بیرون خیالش که جم شد اخم کرد و زد پس گردنم و گفت خدا خفت کنه نباید منو هم نجات میدادی بچه های ایرانی و اردنی و عراقی هم اومده بودن لب باند ما رو که زنده دیدن خیلی خوشحال شدن منو با آمبولانس بردم بیمارستان ولی سوختگی عمیق نبود ولی جاش تا مدت ها مونده بود هواپیما رو هم تعمیر کردن و دوباره آوردم برای پرواز ولی دیگه هرگز نذاشتم من با اون پرواز کنم بعد از عید فطر آخرین پرواز قبل از سلو شدن رو انجام دادم ولی چند پرواز اضافه دیگه هم برام با استادای مختلف گذاشتن پرواز با سرگور سلیم رئیس عملیات و سروان گومز که معاون سرگور سلیم بود. چیزهایی که من از برخورد با شاگرد یاد گرفتم از همین استادا بود. مثلا استاد سلیم وقتی عصبانی میشد کلاشو رو میگرفت و محکم میگوبی جلوی دسته فرامین و روش رو میکرد یه طرف دیگه. ولی من نمیدونستم که دسته فرامین رو وسط پاش گرفته که اگه مشکلی پیش اومد هواپیما رو کنترل کنه. خود منم که بعدها معلم اف شدم همین کارو میکردم. اینکه ایران اون زمان برای خلبان شدن ما چقدر هزینه کرد و نمیدونم ولی تو سالهای 48 49 فقط ماهی 5000 تومان به ما فوق میدادند. ما در دوره دانشجویی ماهی 7000 روپیه پاکستان حقوق میگرفتیم که نسبت به اون زمان پول زیادی بود دوره ای که ما هنوز سوری سالپور آموزش میدیدیم ذوالفقار علی بوتو کاندید ریاست جمهوری شده بود و فعالیت تبلیغاتی میکرد ما در هتل کنتیننتال که بهترین هتل شهر راولپندی پاکستان بود با بچه‌ها سر میز نشسته بودیم که بوتو اومد و از جلوی ما رد شد من به انگلیسی دعوتش کردم بیاد پیش ما اومد و یه چای با هم خوردیم گفتم یه نهارم با ما بخور گفت برای چی منو دعوت میکنی؟ گفتم میخوام وقتی برگشتم ایران بگم من به رئیس جمهور پاکستان یه نهار دادم خندید و گفت من که هنوز رئیس جمهور نشدم گفتم حتما میشی بوتو بین مردم خیلی محبوب بود و دانشجوها و خلبانهای پاکستانی بهش علاقه داشتن از بوتو پرسیدم وقتی رئیس جمهور شدی حقوق چقدر میشه اگه رئیس جمهور بشم ماهی 3500 روپیه میگیرم ما زدیم زیر خنده که ما با اینکه هنوز دانشجو هستیم 7000 روپیه میگیریم اون وقت شما 3500 روپیه میگیرین وقتی اینو شنید خیلی جا خورد و براش قابل قبول نبود که حقوق رئیس جمهور پاکستان نصف حقوق ما باشه اونا فکر میکردن ما هر کدوم یه چای نفت داریم به خاطر اون حقوق خیلی از بچه ها وقتی برگشتن ایران یه سرمایه حسابی با خودشون برگردوندن به هر حال یه نهار با آقای علی دادیم و بلند شدیم و رفتیم ایشون چند هفته بعد رئیس جمهور پاکستان شدن ولی ما دیگه اصلا ایشون رو ندیدیم سولوی من با جت نهم اردیبهشت 49 بود با استاد خلیل بریف کردم قرار شد 40 دقیقه در منطقه گردش و آکروباسی کنم و دو تا بلند شدن انجام بدم و سومیشو بشینم خدا رحمت کنه شهید محمد سلجو رو بهش میگفتیم عمو سولجو ایشون هم پرواز سولو داشت سولجو از گردان قرمزها بود و من از گردان آبی دوتایی همزمان رفتیم بالا ولی منطقهمون فرق میگرد بچه های دو گردان از ایرانی و عرب و پاکستانی کنار باند بودن و منتظر بودن تا ما بشینیم من و شهید سلجو نفر اول سلوی بودیم ولی اولی و دومی مهم نبود البته برای استادا افتخار بود که شاگردشون زودتر از دیگران سلو بشه اول من نشستم و با فاصله کم سلجو نشستنمون خیلی عالی بود وقتی پارک کردیم و اومدیم طرف گردان سطلای آب بود که رو سر ما خالی میشد بعد از سلوی دیگه احساس میکردم یه نیمچه خلبان شدم. دوره ابتدایی که تموم شد و سلو شدیم یه ما مرخصی دادن و ما بعد از هشت ما اومدیم ایران. و حال خاصی داشت. از بابام که رو فرش شناخت داشت خواستم دوتا قالیچه برای استادم بگیره. برای خانمشم اتکلون گرفتم. بابام دوتا قالیچه دستی که تو بازار به زرونی معروف بود گرفت. وقتی قالیچه ها اتکلون رو بهشون دادم انگار دنیا رو بهشون داده باشن. چون اونا تو خونه هاشون معمولا حسیر مینداختن. مرخصی که تمام شد باید آموزش های حرفه رو شروع می کردیم. مثلا پرواز فرمیشن که باید گروهی پرواز می کردیم و یا مانور درگیری هوایی ما این آموزش ها رو می دیدیم برای جنگی که فاصله زیادی با ما نداشت و ما از اون بیخبر بودیم بعد از 5 جلسه تمرین کم کم نیمه حرفه شدیم همزمان آموزش های جنگی هم می دیدیم. مثل سکوت رادیویی که باید با حرکت بال و تکون دادن دماغ هواپیما با هم حرف میزدیم. تکون دادن بال چپ و راست یعنی بیا از زیر من رد شد. تکون دادن دماغ یعنی برو پشت سر رو تو دم من پرواز کن تو همین پرواز یه شاگرد اردنی وقتی تکون بال استادش رو دید اومد که رد بشه با دماغ زد زیر دم هواپیمای استاد هر دو پریدن بیرون و دو هواپیما از بین رفت بعد از تموم شدن هر کدوم از تمرینا باید اون پرواز سولو می شدیم تو شیشمین پرواز فرمشه من سولو شدم با وجود اینکه بی انضباطی می کردم استاد خلیل نمره پروازی منو همیشه عالی میداد ولی نمره های آکادمی من زیاد خوب نبود. نفر اول آکادمی شهید رضا احمدی بود. ولی تو پرواز من و رضا تقریبا مساوی بودیم. اینا همه هنوز تو دوره آموزشی تی سی و هفت بود. زبان انگلیسی دانشجوهای ملیت دیگه خیلی بدتر از ایرانیا بود. به خصوص اردنیا. اراقی ها بهتر بودند ولی خنگترین خلبان هایی که من تو عمرم دیدم دانشجوهای کشور لیبی بودند. تو همه چیز عقب می افتادن هم آکادمی هم پرواز. قبل از فارغ و تحصیلی نفر اول مشخص می شود تا به عنوان نماینده وینک خلبانی رو روسینش نست کنند. از دوره قبل از ما جلیل پور رضایی اول شد. هم در پرواز هم تو آکادمی. پور رضایی ممتاز بود و بالاترین جایزه رو که یه شمشیر افتخار بود با حضور فرمانده نیروی هوایی پاکستان از دست یحیی خان رئیس جمهور پاکستان گرفت. من عکس پور رضایی رو که شمشیر افتخار رو می گرفت برای مادرم فرستادم و پشتش نوشتم عزیز جان خاطر جمع باشه من اگه ده سالم تو پاکستان بمونم دست افتخارم به من نمیدن چه برسه به شمشیر افتخار در دوره ما شهید رضا احمدی که بچه شیراز بود نفر اول آکادمی شد در اون دوره رضا بین همه بچه های ایرانی و خارجی و پاکستانی اول شد واقعا بچه مخی بود اما برای تعیین نفر اول پروازی بین من و رضا پرواز اضافی گذاشتن من یه پرواز با کاپیتان اوبراین فرمانده پایگاه رفتم و یه پروازم با سرهنگ داتا کاپیتان اوبراین پرواز من با سرهنگ داتا تو شب انجام شد و با اینکه اولین پرواز من تو شب بود کارم خیلی عالی بود بعضی وقتا به طور اتفاقی کار آدم فوق میشه و پرواز اون شب منم عالی بود فرداشم یه پرواز با اوبراین رفتم تو کل پرواز اوبراین حتی یه کلمه هم حرف نزد و همونطور خشک نشست من اصلا دست و گم نکردم و خیلی راحت یک ساعت و پنج دقیقه پرواز کردم و نشستم به جرأت میگم که امکان نداره دو پرواز یه خلبان پشت هم خوب عذاب در بیاد اوبراین منو تایید کرد و من با یه اشکال کوچیکی که شهید احمدی تو پرواز داشت اول شدم. از بس که ها اول میشدن برای اول شدن چیزی به ما ندادن و از اون دوره به بعد تصمیم گرفتن شمشیر افتخار رو فقط به پاکستانیا بدن. شاید دلشون میخواست این افتخار براشون بمونه. جالب این که تو یکی از کتابا خونده بودم که تو آمریکا هم همین طور بوده و رسم شده بود که پنج نفر اول ایرانیا باشن. آموزش تو ریسالپور رسما تموم شد و قرار شد به ما وینک خلبانی بدن. ما 60 نفر بودیم با لباسهای ترتمیز و اتو کشیده و پوتینای واکس زده همه با تفنگای بن سفید و خیلی مرتب تو میدان رژه به صف شدیم تا یکی یکی صدا کنن و وینک خلبانی رو به ما بدن تو جایگاه جنرال حمید خان فرمانده کل ارتش پاکستان کاپیتان اوبراین داتا و همه استادا ایستاده بودند من و فرهزاد جهانگیری کنار هم تو صف بودیم سارجنت حبیبم جلوی ما میرفت و میومد و مرتب میگفت تکون نخورین صاف وایسین جمع نخورین و حسابی خستمون کرده بود ما یواشکی یه چیزی به هم گفتیم و جهانگیری لبخند زد حبیب همون موقع چشمش افتاد به ما و محکم گفت مستر دون لاف تا اینو گفت منم بدون معطلی گفتم شاتا حبیب چپ چپ نگام کرد و گفت چی گفتی منم حرفمو تکرار کردم گفت هر دوتا بیایم بیرون از صف تفنگو بگیریم بالای سر دور میدون بدوین ما دور میدون دور میزدیم و هر بار چشم در چشم جنرال حمیدخان که با تعجب ما رو نگاه میکرد از جلوش رد می شدیم. اینقدر چرخیدیم تا اسم ما رو صدا زدن. اول اسم منو گفتن. من خیس عرق نفستنان رفتم جایگاه. ژنرال حمیدخان رو به من کرد و گفت: تو روزی هم که داری درجه میگیری باید بی‌انضباطی کنی؟ من تو کل دوران خدمتم همچین چیزی ندیدم که دانشجو روزی که میخواد درجه بگیره تنبی بشه. خلاصه منو جهانگیری وینگ‌های خلبانیمونو گرفتیم و منتظر موندیم تا مراسم تموم بشه و تلافی کنیم. بعد از چند ساعت که مراسم تموم شد و ما از میدان داشتیم بیرون می سارجنت حبیب تا ما رو دید شروع کرد به خندیدن و گفت تا حالا من فرمانده شما بودم و حالا شما فرمانده این. من در اختیار شما هر دلخوری که دارین سرم پیاده کنین. راست میگفت الان اون گروبان یک بود و ما افسر و فرمانده اون. حالا ما ارشد شده بودیم و میتونستیم اذیتش کنیم. ولی همین که این حرف زد انگار دلمون نرم شد و منصرف شدیم. خیلی براش نقشه کشیده بودیم چون رس ما رو کشیده بود از بس که ما رو تنبیه میکرد. البته ما هم هر روز دردسر براش درست میکردیم. روزش تو فضای باز به ما نار دادن و جشن گرفتن شبش هم یه جشن دیگه به هزینه دولت پاکستان که به منزله خداحافظی بود باید برای ادامه آموزش از ریسالپور به کراچی میرفتیم ولی من شبش کلی گریه کردم ریسالپور آش دهنسوزی نبود ولی بچه ها رو دوست داشتم و دور شدن از اون محیط برام مشکل بود موقع خداحافظی استاد خلیل پیش خانمش و دخترش گریه افتاد من خودم حالم بد بود ولی گریه استادم رو که دیدم جا خوردم گفت اگه یه موقع به طور شخصی اومدی پاکستان منو پیدا کن خیلی دوست داشتم باش رابطه داشته باشم ولی محدودیت های اون زمان که ما را از تماس با خارجی ها من میکرد مانع شد بعد از انقلابم که دیگه این محدودیت ها رو نداشتیم باز نتونستم پیداش کنم احتمالا درجهش بالا رفته بود و در مناسب بالاتری خدمت میکرد و دیگه هرگز ندیدمش به هر حال خداحافظی کردیم و برای آموزش هواپیمای تی که نسبت به تی سی هف بود به کراچی رفتیم ریسالپور یه فرودگاه نظامی بود و پرواز عادی نداشت. به همین دلیل فردای روز فارغ و تحصیلی با اتوبوس ما رو به فرودگاه راولپندی بردن تا از اونجا به پایگاه ماریپوری کراچی بریم. وقتی به فرودگاه کراچی رسیدیم، سروان مکفی به استقبال منومد اومد و خیلی به ما احترام گذاشت. ایشون خلبان هواپیمای F86 بودند. ضمن اینکه تو پاکستان به عنوان استاد پرواز هم مشغول به فعالیت بودند و با تی سی و سی هم پرواز می‌کردند. خانم ایشون هم خیلی سر و زبان دار بود و برخورد خوبی با همه داشت. گاهی خورشت فسنجون درست میگرد و ما رو به خونهشون دعوت میکرد. ما هم چون اونجا خونه زندگی نداشتیم برای تلافی اونها رو به رستوران دعوت کردیم. این خانم تو پایگاه مسئولیتی نداشت ولی چون خیلی فعال بود افسرهای پاکستانی خیلی بهش احترام میذاشتن و آخر دوره هم ازش خواست تا برگاه های فارغ و ما رو ایشون به ما بده. پایگاه هوایی ماریپوری خارج از کراچی بود اول پایگاه نیروی دریایی بود که در 17 کیلومتری شهر قرار داشت و بعد از اون هم پایگاه خیلی بزرگ و شیک و ترتمیز ماریپوری. پایگاه یه طرفش اقیانوس هند بود و سه طرفش هم بیابون. با آن لب آب قرار داشت و برای اینکه از طرف دریا دیده نشه جلوش یه تپه دستی درست کرده بودند تا به اصطلاح استتار بشه و هواپیماها ها به راحتی دیده نشن. آسایشگاه ما ساختمانی با یه راهرو بود که در دو طرفش اتاق قرار داشت. اتاقای بزرگ که هر کدومش برای یه نفر بود و غیر از تخت و کمد برای هر نفر یه کتابخونه هم تعبیه کرده بودن. پاکستانی ها قبل از اومدن ما همه چیز از رخت و لباس گرفته تا کتاب دشوان تیسی و سه و حتی کارت شناسایی هر کدوم از ما رو داخل اتاق حاضر و آماده کرده بودن. تو کراچی غیر از ارتشیا که از درجه ما خبر داشتن، شهربانیچیا چون یه ستاره رودوشمون می‌دیدن خیال میکردن که ما همه ژنرالیم و خیلی به ما احترام میذاشتند. ما هم گاهی از این قضیه سوء استفاده می کردیم که یکی از خاطرات جالبش رو کمی بعد براتون تعریف می کنم. توری که بودیم برای تلفن زدن باید دو ساعت راه رو تا راولپندی طی می کردیم. اما اینجا 20 دقیقه می رسیدیم کراچی و به ایران تلفن می زدیم. تو شهر کراچی یه نفر یزدی به اسم صدر بازار یه رستوران بزرگ در بالای شهر داشت. که ما هم میتونستیم از اونجا به ایران تلفن بزنیم و هم ازش روپیه میگرفتیم که معادل اون رو خانواده همون به صورت ریال به خونش تو تهران تحویل میدادند. تفریح بیشتر بچه ها تو پایگاه بیلیارد بود. من این بازی رو بلد نبودم و به همین خاطر بیشتر ترجیح میدادم تو شهر بگردم و با مردم صحبت کنم که این کارم باعث شده بود خیلی ها منو بشناسند. من دوست داشتم بین مردم بپلکم و از بالا شهر تا محله های فقیرنشین رو دور میزدم و با مردم صحبت میکردم که کم کم متوجه شدم فقر مالی بیشتر مردم باعث فساد در شهر شده. طوری که بعضی ها حتی حاضر بودن زن و بچه هاشون رو بفروشن. من خودم شاهد بودم که یه روزی خانواده دختر دوازده سیزده سالشون رو به هزار روپیه فروختن. تو کراچی یه محله بود به نام شادی محله که دخترای دانشجو برای تأمین خرج تحصیلشون اونجا میرقصیدن و از صاحب اونجا و مردمی که برای تماشا به اون مکان میرفتن پول و انعام میگرفتن. عجیب بود که این دخترها خیلی باحیا بودن و اگه کسی میخواست باهاشون دوست بشه قبول نمیکردن و میگفتن ما فقط برای درآوردن خرج تحصیلمون میرخسیم و دنبال دوستی و کارهای دیگه نیستیم. به ما تو ریسالپور خیلی سخت میگرفتن اما تو کراچی واقعا آزاد بودیم. ما حتی اجازه داشتیم ماشین بخریم و با حقوق یه ماهمون میتونستیم یه ماشین صفر کیلومتر بخریم. اما کسی ماشین نمیخرید و بیشتر ترجیح میدادیم ماشین رو اجاره کنیم. اجاره یه ماشین با بنزینش ماهی 200 تومان میشد و تازه ما هر دو نفر یه ماشین اجاره می کردیم که برای هر کدوممون 100 تومن می جالب اینجا بود که اگه ماشین ایرادی پیدا می کرد یا خراب می شد ما خرج نمی کردیم و صاحب ماشین اونو با خرج خودش درست می کرد. من و فرهزاد جهانگیری با هم یه داتسون ژاپنی اجاره کردیم. جهانگیری گواهینامه تهران رو داشت. اما من اصلا رانندگی بلد نبودم و قبلا فقط موتورگازی راه برده بودم. یه روز که با شهید سلجو بودم گفتم اما سلجو رانندگی خیلی سخته که محمد خیلی خونصد جواب داد کاری نداره که خودم یادت میدم اینم مثل موتور گاز میدی میری یه روز که تو پایگاه با هم بودیم نشست پشت فرمون و حین رانندگی یه خورده راهنماییم کرد بعد رفت طرف یه بلوار خلوت و کشید کنار و گفت حالا تو بشین منم نشستم پشت فرمون ولی موقع حرکت کلاش و زود ول کردم و ماشین خاموش شد دوباره روشن کردم و آروم راه افتادم اموسلجو جو هم یه دستش رو فرمون بود و گاهی عین یاد دادن فرمون رو به این بر میچرخوند. میچرخون. یه خورده که رفتیم به من گفت محمد میتونی سولو بری؟ گفتم اما من که هیچی نمیدونم چطوری تنهایی برم. گفت بابا مثلا خلبانی ها. خلاصه اونقدر شیرم کرد که منم قبول کردم. من حرکت کردم و اموسل هم با من میدوید و راهنمایی نمایی میکرد. یکم که رفتم کمی گاز و بیشتر فشار دادم که یهو دیدم نزدیک میدونم. اصلا نمیدونستم که به کدوم طرف باید بپیچم یهو هر شدم و به جای ترمز پا رو گذاشتم رو پدال و گاز و تا آخر فشار دادم کارگرا وسط میدون یه تپه کوچیک سی چیل سانتی درست کرده بودن که تمامش سبزه و گلکاری شده بود تا من پدال و گاز فشار دادم ماشین سرعت گرفت و از جدول پرید از تپه رفت بالا و از اون ور سرازیر شد پایین و خاموش کرد تو همین حینم اموسلجو میدوید دنبال ماشین و میگفت خوبه خیلی خوبه تا رسید چپ چپ نگاش کردم و گفتم چی رو خوبه میدون از وسطش رد کردم گفت چیزی نیست که یاد میگیری اصلا مهم نیست ماشین چیزیش نشده بود ولی گلا و سبزه ها همه له شده بودن شهی سلجون نشست پشت فرمون و گفت سری بزن بریم تا گندش در نیمده ولی بازم از رو نرفت و چند بار دیگه هم با من نشست تا خلاصه یه چیزایی یاد گرفتم دیگه کم کم میرفتم تو شهر ولی خیلی میترسیدم چون اگه تصادف می کردم امتیاز منفی می گرفتم و اگه گزارشش تو پرونده خلبانی می رفت برگشت می خوردم و می فرستادنم ایران. یه روز متوجه شدم 19 نفر از بچه ها با لباس نظامی به اداره پلیس رفتن و تقاضای گواهی کردند کردن. مامورای شهربانی پاکستان هم که فکر میکردم با یه عده تیمسار و جنرال طرفن به همه بدون امتحان گواهینامه دادند دادن. اون موقع چند کشور گواهی همدیگر همدیگه رو قبول داشتند. مثل ایران و آلمان و پاکستان و چند کشور دیگه. اینا رو که دست بچه ها دیدم به جهانگیری گفتم بیا بریم اداره پلیس گواهی نامه بگیریم من که درست حسابی بلد نیستم اقلا تو با من بیا که تنها نباشم اون روز که ما رفتیم یه سرگرد شهربانی پشت میز نشسته بود که بلند شد و خیلی به ما احترام گذاشت دو تا مراجعه کننده داشت کار اونا رو که راه انداخت برگشت طرف ما و گفت بفرمایید ها. من فکر میکنم علت اینکه مامورای شهربانی پاکستان به خلبانای ما تیمسار یا جنرال میگفتن وجود علامت ستاره رو دوششون بود که احتمالاً تو پاکستان فقط جنرال های ارتش این ستاره ها رو رو و متاسفانه جناب عتیقچی هم توضیح بیشتری در این مورد نداده. خلاص جهانگیری که زبانش خوب بود گفت ما برای گواینامه اومدیم. سرگرد با تعجب گفت 19 نفرتون دیروز اومدن و گواینامه گرفتن. امروز هم شما دو نفر اومدین؟ بعدش هم با صدای کوچیک یه جمله گفت که منظورش این بود. اینجا مگه دکان بقالیه؟ که جهانگیری خیلی متین و معدب گفت اگه براتون مشکل مسئله ای نیست ممنون بعدش هم بلند شدیم که بریم سرگرد که این حالت رو دید دوید دنبالمونو گفت آقایون جنرال من که چیزی نگفتم چرا به شما برخورده خلاصه ما رو نشوند و بعدش هم زنگ زد به خدمتکارش که به زبان پاکستانی بهشون چاچو میگفتند چاچو که اومد به زبان اردو یه چیزایی بهش گفت و اونم رفت و چند دقیقه بعد با دو تا چای و دو تا گواهینامه برگشت خیلی تعجب کردم چای رو که خوردیم با اعتماد به نفس بالا گفتیم که ما برای امتحان رانندگی آماده ایم. سرگور گفت آقایون ژنرال آزمایش چیه؟ شما خلبانین. مگه میشه خلبان رانندگی بلد نباشه؟ بعدش هم گواینامه ها رو مهر کرد و داد به ما. ما هم برای اینکه یه وقت پشیمون نشو و امتحان بگیره، سری اسممون رو نوشتیم و امضا کردیم و اومدیم بیرون. بعدها که به ایران اومدم، اونو تبدیل به گواهینامه ایران کردم که روش نوشته بود تبدیل از گواهینامه پاکستانی. سال 51 که برگشتم ایران یه پیکان صفر خریدم ولی هنوزم رانندگی رو خوب بلد نبودم یه مدت روی یه ماشین کرایه‌ای آریا تمرین کردم تا اینکه رافت دادم. خلاصه بعد از یه هفته کلاس زمینی و امتحان پروازامون شروع شد حالا ما از هواپیما یه چیزهای سر در می آوردیم و زبانمون بهتر شده بود و برای اینکه جلوی پاکستانیا کم نیاریم خیلی به هم کمک میکردیم استادام روی یادگیری این هواپیما خیلی اصرار داشتن و سخت میگرفتند چون هواپیمای بعدی F86 بود که هم تکابین بود و هم دیگه کنار شاگرد استادی وجود نداشت که اشتباهش رو جبران کنه. تو کراچی استاد مقصود استاد اصلی من بود و برعکس استاد خلیل که خیلی تیز و فرز بود این یکی چاق و بیحال و کم حرف بود و زیاد با دانشجو سر و کله نمیزد. خلبان شکاری باید خیلی غبراق و سرحال باشه و من که قبلا استاد خلیل رو دیده بودم واقعا حالم گرفته شد و تو ذوقم خورد. البته مقصودم تو پرواز خلبان خوبی بود و پروازهای قشنگی داشت و پرواز در ارتفاع پایینش واقعا منو متعجب میکرد یادم یه روز من و استاد مقصود و شهید رضا احمدی هم با استادش داشتیم رو آ فرمشن پرواز میکردیم فرامین دست من بود مقصود به من گفت تا جایی که میتونی برو پایین منم یه حدی پایین اومدم ولی خیلی ترسیده بودم ولی با این حال فرامین رو از دستم گرفت و خیلی پایین اومد. طوری که انگار هواپیمامون رو آب داره حرکت میکنه. بعدش هم یو هواپیما رو کشید بالا و تمام آب زیر هواپیما به صورت پودر پاشید روی شیشه و بدنه هواپیمای دوم که واقعا تماشایی بود. استادای پاکستانی واقعا تو پرواز مهارت بالایی داشتن. اینکه چرا اونا تا این حد ماهر بودن و اصلا چرا بین این همه کشور ایران بعد از آمریکا پاکستان رو برای آموزش خلبانانش انتخاب کرد علت داره که کمی بعد براتون تعریف میکنم. استادای ما تا موقع سلو شدن ثابت بودن و من فقط شاگرد مقصود بودم اما بعد از سلوی استادامون عوض شدن و یه نفر به نام بشیر استاد من شد که من برای بار دوم تو پاکستان با این استاد ثانیه دادم پایگاه ما تو کراچی با پایگاه ریسالپور که کلا بیابانی بود خیلی فرق داشت ما تو کراچی پشت به اقیانوس هند از باند بلند می شدیم و بعد از یه گردش می رفتیم رو آب و دوباره دور می زدیم و با عبور از بالای پایگاه به سمت یه منطقه باز و سرسبز و خالی از سکنه که محل پروازی و مانور ما بود میرفتیم. نقطه نشانی ما هم تو اون منطقه اول دریا بود و بعدم ساختمان نیروی دریایی کراچی که به صورت نیم دایره مثل یه توپ سفید از دور پیدا بود. من با استاد بشیر از ریسالپور آشنا بودم و از سالهای عجیب و غریبشم هم همیشه عذاب میکشیدم. خیلی نقنقو بود. یه روز قرار بود که با استاد بشیر یه پرواز این یا پرواز در اب داشته باشم. این اولین بارم بود و من قبلا تجربه پرواز در آسمان ابری رو نداشتم. قرار بود با ناویگیشن پرواز کنیم. یعنی با ناوبری از یه نقطه بریم تا یه جایی و بعد برگردیم همون نقطه اول. قرار شد در ارتفاع پایین پرواز کنیم و با عبور از نقطه نشانی ها به یه پل کوچیک برسیم و در یه حمله فرضی اونا رو نابود کنیم و بعد برگردیم پایگاه. ولی متاسفانه به خاطر بادی که وجود داشت من از مسیر منحرف شدم اگه جهت رو درست میرفتم پل می, رفتم پول می باعثی سمت راست من قرار می گرفت اما به خاطر انحراف از مسیر پل در سمت چپم قرار گرفت و من چون به راست نگاه می کردم اونو ندیدم و رد شدم جالب این که استادم پل رو دیده بود ولی به من حرفی نزد یه خورده که رفتم متوجه شدم که اشتباه دارم میرم و به استادم این موضوع رو گفتم و شروع کردم به گشتن که پل پیدا کنم تو این فاصله ابرو اونقدر پایین اومده بودن که نزدیک زمین شده بودن و من جلوی خودم رو هم به زحمت میدیدم. بشیر با عصبانیت گفت این پروازت اصلا قابل قبول نیست. تو گم شدی برگرد و شروع کرد به نق زدن. هواپیمای تیسی کمپاس یا همون جهت نما داره. ولی کمپاس تو ابر و رد و برق منحرف میشه و مسیر رو درست نشون نمیده. من برای پیدا کردن کراچی و بازگشت به پایگاه جهت کمپاس رو گرفتم و به همون طرف پرواز کردم. تو نزدیکی منطقه پروازی ما یه منطقه نظامی به نام نوابشا قرار داشت که فرکانسش به فرکانس کراچی خیلی نزدیک بود. کمپاس که تو اون هوای ابری قاطی کرده بود به جای پایگاه ما جهت دیگه ای رو نشون داد و ما هم به سمت منطقه نظامی نوابشا گردش کردیم که تو همین حین بشیر متوجه بنزین شد و گفت که بنزینمون خیلی کمه و یهو دست پاچه شد. حقیقتش وقتی که گم شدیم و بشیرم گفت بنزینمون داره تموم میشه من تو حال هوای این بودم که اتفاقی میفته و کار هیجانی بشه ولی بشیر واقعا هول کرده بود چون اگه اتفاقی میافتاد برای بشیر خیلی گرون تموم میشد اون میبایست هم هواپیما و هم آبروی خودش رو حفظ میکرد چون اون به عنوان معلم مسئول این پرواز بود بشیر از روی نقشه موقعیت رو پیدا میکرد و منم پرواز میکردم و کمپاس هم همچنان فرکانس رو اشتباه نشون میداد بشیر وقتی مطمئن شد که کمپاس نوابشار را اشتباه گرفته فرامین رو از دستم گرفت و چون حدود کراچی رو میدونست از همونجا به سمت پایگاه برگشت به برج ماریپوری هم اطلاع داد که ما مسیر رو گم کردیم و بنزینمون هم خیلی کمه ولی برج به خاطر فاصله زیاد نمیتونست ما رو پیدا کنه دیگه بنزین تو قطره آخرش بود که بشیر با عصبانیت به من گفت گلدنکی رو ببند و آماده باش که بپریم بیرون ولی من اگه زنده موندم به نیروی هوایی ایران میمیسم که تو پروازات همیشه یه ناوور امراد بفرستن که دیگه گم نشی و اینطوری دست گل به آب ندی حقیقتش منم دیگه نگران شده بودم تو همین گیرودار بودیم که یهو یه, یه سوراخ بین ابرا پیدا شد و من ابتدای یه باند رو دیدم و سری داد زدم من یه باند میبینم من از اون سوراخ سر یه باند رو میدیدم ولی نمیدونستم باند پایگاه ماست یا باند فرودگاه کشوری سری فرامین رو از استادم گرفتم که اونم مخالفتی نکرد و به من اعتماد کرد فقط به هم تذکر داد که تقریبا دیگه بنزین نداریم منم فورا سر دماغ هواپیما رو انداختم پایین و با خودم گفتم هر جا که باشه میشینم من فقط میخکوب اون سوراخ بودم و دنبالش میگردم لحظه ای که از ابر بیرون اومدیم تازه بشیر باند و دید و مطمئن شدیم که روی باند پایگاه ماریپوری هستیم دماغ هواپیما رو کمی بالا دادم که بشینم تا چرخهای هواپیما باند و لمس کرد هواپیما خاموش شد یعنی دیگه حتی یه قطره بنزین هم نداشتیم شانسی که ما آورده بودیم این بود که وقتی دماغ هواپیما رو دادم پایین تمام بنزین باک سرازیر شد به سمت جلو و تا قطره آخرش هم مصرف شد و اگه ده ثانیه دیرتر می نشستیم شاید اتفاق دیگه ای میافتاد خلاصه هواپیما وسط باند از حرکت ایستاد و ما هم کاناپی رو باز کردیم و از روی بال هواپیما پایین پریدیم بشیر از همونجا برام خط و نشون میکشید منم که از دستش خیلی کفری بودم ساکت نموندم و گفتم اگه من باند و ندیده بودم شما الان اینجا نبودی و چون اون زمان من دیگه افسر بودم نمیتونست چیزی به من بگه این ماجرا مثل بم ترکیده بود هیچکس از معلمی با تجربه مثل بشیر انتظار این اتفاق رو نداشت خلاصه ما رو با ماشین بردن گردان جناب مکفی هم اونجا بود و من قبل از شروع جلسه همه چیز براش تعریف کرده بودم من دوست نداشتم بگم که من باندو پیدا کردم دوست داشتم همه فکر کنن که استادم این کارو کرده چون منو به عنوان شاگرد مجازات نمیکردن ولی برخلاف انتظارم بشیر شروع کرد به بدگویی گفتن از من او میترسید این اتفاق تو پروندهش ثبت بشه فرمانده گردان خیلی صبورانه به حرفهای بشیر گوش داد و وقتی حرفاش تموم شد گفت تو میدونی که اگه شاگرد هواپیما رو تکه تکم بکنه استاد مقصره مگه نمیگی که پلو دیدی چرا همونجا بهش نگفتی؟ چرا صف کردی بنزین به حد برسه؟ اما بشیر هی بگو مگو میکرد و مرتب روی موضوع همراهی یه ناور با من تاکید میکرد. اینو که شنیدم دیگه کاسه صبرم لبریز شد و همه حقیقت ماجرا رو با ناراحتی تعریف کردم. نتیجه کار برعکس شد و عوض تنبیه من بشیر توبیخ شد. از اون به بعد من دیگه با بشیر پرواز نداشتم. احتمالا اون قید منو زده بود. اما اینکه چرا ارتش پاکستان در حد آموزش خلبانی قرار گرفت و ایران این کشور را برای آموزش خلبانانش انتخاب کرد به اختلافات هند و پاکستان برمیگرده اختلاف و جنگ هایی که باعث شد ارتش این دو کشور قوی بشن هند و پاکستان به ترتیب دومین و هفتمین ارتش بزرگ دنیا محسوب میشن دو جنگ 1948 و 1965 به خاطر اختلاف بر سر جامو و کشمیر بود ولی جنگی که در زمان آموزش ما در پاکستان پیش اومد بر سر استقلال بنگال شرقی بود اون موقع دو منطقه پاکستان و بنگال شرقی با هم به صورت یک کشور از هند مستقل شدند اما مدتی بعد مردم بنگال شرقی با کمک هندی ها به دنبال استقلال از پاکستان بودند وقتی ما وارد پاکستان شده بودیم هنوز جنگ شروع نشده بود و دوره اختلافات بود اما در مرداد 1350 با حمله قافلگیرانه نیروی هوایی پاکستان به 11 پایگاه هوایی هند جنگ شروع شد. تو همون اوایل جنگ هندیا که نسبت به جنگهای قبلی خیلی آماده‌تر و منسجم‌تر بودند، 80 هزار نظامی پاکستانی رو اسیر کردند که 34 هزار نفرشون نزدیک به سه سال به همراه فرماندهشون عبدالله نیازی تو اسارت بودند. تو این جنگ پاکستان شکست خورد و بنگال شرقی از پاکستان جدا و بنگلادش نامیده شد. بعد از شروع جنگ استادای ما تو یه روز هم پرواز جنگی میرفتن و هم آموزش میدادند. یه فرمانده گردان داشتیم که علاوه بر تی سی و سه با F-104 هم پرواز میکرد یه روز جلوی چشم ما برای پرواز جنگی با F-104 از باند بلند شد که متاسفانه هندی‌ها اون رو زدن و دیگه برنگشت. F-104 برای ما خیلی جالب بود. چون تا اون موقع ندیده بودیم یه هواپیما اینقدر تیز و فرز باشه. اما این جنگا تمام علت انتخاب پاکستان نبود. بلکه مهارت خلبانانشون و تجربه بالای اونا بود که میتونستن اونا رو به دانشجوهای ایرانی انتقال بدن. تجربه هایی که بعدها و در دوران جنگ ایران و عراق واقعا به کار خلبانان ما اومد که نمونه های از اون رو بعدا در طول ماجرا براتون تعریف میکنم. ما دوره آموزشی کراچی رو در ارتعاب های ناشی از جنگ هند و پاکستان تموم کردیم و متوجه پیشاور شدیم. ما میدونستیم که تو پیشاور باید دوره هواپیمای F86 رو طی کنیم که از نظر قابلیت پروازی اصلا با T33 قابل مقایسه نبود. F86 یه هواپیمای جنگی با توان پرواز و مانور خیلی بالا و توان حمل بمب و فشنگ و موشک حرارتی بود که در جنگ ویتنام هم از اون استفاده شده بود. F86 دنبال هر هواپیمایی که میافتاد امکان نداشت تو دو دومش قرار نگیره. خود آمریکایی‌ها هم اعتراف می‌کنند که تا حالا هیچ هواپیمایی بهتر از F86 ساخته نشده. جالبه که تو F86 ما از همون اول سولو بودیم چون یه صندلی بیشتر نداشت. من از کلاس هشتم نهم این هواپیما رو رو آسمون محلمون میدیدم و بهش علاقه من بودم. علاوه بر این از یه گروهبان که همسایه ما بود مجله های نیروی هوایی رو میگرفتم و F86 رو به خوبی میشناختم. نمیدونم اون گروهبان تو نیروی هوایی چیکاره بود ولی هر چی که بود آدم چاخانی بود. هر موقع که میگفتیم عمو چه خبر برام یه داستان سر هم میگرد یه روز میگفت امروز رفتم یه سر به شاه بزنم که دیدم بچهش داره بازی میکنه خواستم یه سکه یه تومنی بهش بدم ولی هر کاری کردم نگرفت همون موقع شاه سر رسید و گفت پسر دست عمو رو رد نکن زشته یا میگفت امروز رفتم کاخ شا و باشا نشستیم رو چمنا من گفتم اعلی حضرت برم براتون یه صندلی بیارم که شاه گفت نه همینجا درویشی میشینیم به خاطر همین حرفاش بود که ما فکر می کردیم هر کسی که نظامی بشه هر موقع که بخواد می تونه شاه رو ببینه. به هر حال ما از کراچی راهی پیشآور شدیم تا دوره هواپیمای F86 رو طی کنیم که تو قسمت بعدی براتون تعریف می کنم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.